در سال 1273 شمسی شمال خوزستان عملاً در دست بختیاری ها و حکومت جنوب آن در دست رؤسای بنی کعب. حکمرانانی که از تهران به شوشتر اعزام شدند بیشتر با تحریکات خزعل و بختیاری روبرو بودند و کار چندانی از پیش نمی بردند. شیخ خزعل پرقدرتترین و بانفوذترین شخص خوزستان بود و دست ستم بر اعراب دراز کرده به سرکوب قلدرانه برخی از اشاگر مخالف خود می پرداخت. او درون دربار نیز هوادارانی داشت و به فرمان شاه به جای معز السلطنه لقب سردار اقدس به او دادند و از درجه امیر تومانی به رتبه نویانی ارتقا یافت. در همین زمان انگلیس به خاطر شروع به کار شرکت دارسی و حفظ منافع خود، همچنین جهت جلوگیری از شورش ها و ناآرامی در این مناطق، به حمایت و هواداری از شیخ برخاست و با تحریک شیخ خزعل اندیشه تجزیه شدن خوزستان و اعلام خودمختاری را در ذهن او به وجود آورد. در سال 1914، یعنی سال اول آغاز جنگ جهانی اول، دولت انگلستان برای تأمین منافع خودش رسماً میاد با شیخ خزعل به عنوان یک تبعه ایرانی قرارداد میبنده و طبق اون قرارداد رسماً او را مورد حمایت خودش قرار میده و به همه دولت‌های همسایه هم اعلام میکنه که شیخ خزعل مورد حمایت ماست. و جالب اینجاست که سفیر اونها در تهران یک نسخه از اون قراردادی که با شیخ خزعل بستند برای حمایت از شیخ خزعل در برابر هر دولت دیگری برای دولت ایران هم میفرسته و روی اون یادداشت میفرسته که این قرارداد در مورد دولت خود شما هم صادقه. تا سال 1300 شمسی خزعل در ردیف شیوخ درجه اول خلیج فارس بود. خوزستان را اداره می کرد و اگر از طرف دولت حکمرانی تعیین می شد می بایست طبق نظر خزعل عمل می کرد. پس از روی کار آمدن رضاخان پهلوی، انگلیس دست از حمایت خزعل برداشت و به او توصیه کرد با سردار سپه کنار بیاید. در سال 1303 شمسی سردار سپه به شیراز رفت و با قوایی که از قبل تدارک دیده بود به سمت خوزستان حرکت کرد. بدون کوچکترین خونریزی شیخ مطیع گردید و در تمام خوزستان حکومت نظامی برقرار شد. سرانجام در سال 1315 شمسی که شیخ 75 سال از سنش می گذشت، عده‌ای از مأمورین تأمینات مختاری به خانه او می ریزند و او را خفه می نمایند.